سلام عزیزانم، فردوسم. امروز میخوام راجع به تقاضایی که جوونا بیشتر ازم میکنن، راجع به برآورده شدن آرزوها، چه جوری، چه شکلی بتونیم بخواهیم تا برآورده بشه، میخوام حرف بزنم. بیشترین نقطه نظرم هم جوونان، ولی به یه جایی میرسم که تو سنای بالاتر هم ما هنوز دل زیبای جوانمون زنده است و میتونیم تو لایه دیگه بخواهیم تا انشالله به جایی برسیم که دیگه بی آرزو بشیم، یعنی با کل هستی یه جوری آمیزش کنیم که ما دیگه نمیخوایم، خودش میده، ولی تا اونجا برسیم. داشتم فکر میکردم که یه داستانی رو کسی برام گفت که خیلی برام جالب بود. دو تا مرد بودن، داشتن با هم صحبت میکردن، تو سن بالا بودن، اینا تو سن مثلا 70 سالگی. یکیشون رفته بود دیدن اون یکی، ویزیت کنه. بهش گفت حالت خوبه؟ دیشب خوب خوابیدی؟ اون کسی که اونجا بود، توی بیمارستان بود، گفت آره خوب خوابیدم، میخوام بهت یه چیزی رو بگم. اینجا به خاطر یه بیماری آمدم، ولی باور کن ذهنم و قلبم هر دو خیلی جوونه. من حتی یادمه تو 1971 اولین حساب بانکی که با کردم کجا بود و حتی شماره حساب یادمه. ذهنم هنوز زنده است، تازه است. گفت یه چیز دیگه یادمه، ولی دوست دارم اینم باهات شیر کنم. گفت بگو چی یادته. گفت من عاشق نیرو دریایی بودم و تو میدونی کاپیتان بودم، تو اون رشته خیلی فعال بودم، ولی بعد افتادم به جایی که به من گفته بودند که باید بری تو دنیا کشتی هایی رو که ما میسازیم تو بفروشی. تمام عمرم من کشتی هایی که اینا ساخته بودن من فروختم، اما هرگز فرصت نکردم اون کشتی که آرزوی قلبی من بود بسازم. الان میخوام اون کشتی رو بسازم. داشت به دوستش حرف میزد، ولی منظورش این بود که با ذهن خلاقم حالا میخوام کشتی بسازم، برای اینکه هم بدنش سر بیمار بود، هم سنش دیگه 70 سالش بود. برای کشتی ساختن شاید دیر نباشه، ولی اون داشت اینجوری داستانو تعریف میکرد. گفت ببین، من وقتی کشتیمو میسازم تمام دیتیل و جزئیات کشتیمو در نظر دارم، بعد وقتی کشتیمو میندازم توی اقیانوس میبینم که چجوری میره. کشتیم رو بادبانی میسازم. این خیلی برام جالب بود تو گفتگوش. برای این بادبانی میسازم که میخوام به هستی، به زندگی، به نسیم اقیانوس وصل باشم، از اون طریق وارد آب بشم. وقتی روی عرشه هستم و دارم توی اقیانوس، تو قسمت‌های تو و جلوی اقیانوس میرم، نسیمی که از اقیانوس میاد مهالوده، نمک اقیانوس توی نسیم هست، شوری نمک رو تجربه کنم. دلم میخواد وقتی اون دور دورا نهنگ ها رو میبینم طوری بادبان رو تنظیم کنم و به طرف اون نهنگ ها برم. وقتی اینجا راجع به نهنگ حرفی زد، من میدونستم که دارم با خودم گفتگو رو دنبال میکنم. نهنگ برای من یک آرزوی بزرگ، بسیار اینتلیجنته، خیلی کم دست یافتنیه، میاد به چشم آدم ها، میاد بعضی وقتا حتی نزدیک ساحل هم میاد، ولی نهنگ دیدن دل نهنگ داشتن میخواد.
اینقدر قشنگ داشت، با چه حالتی تو صورتش از این آرزوی این ناخدای زمانهای یک کمی پیشتر اینقدر قشنگ داشت تعریف میکرد. دوست داشتم این داستان رو برای شما بگم. و من خودم توی کالج حدود 20 سال طراحی و دوخت لباس یاد میدادم. همیشه دلم میخواست فکر کنم اینی که داری انجامش میدی آیا هیچ به فکر این افتادی که چه لباسی تو زندگی به قامت تو اندازه است؟ چجوری لباس رو به قامت خودت اندازه میکنی؟ حرفم یه ذره اونور لباس دوختنه، منظورم زندگی رو چجوری اندازه میکنی تا همه خواستهات روان به طرف تو بیاد. یاد آواز پر جبرئیل از سهروردی افتادم که یک آقایی که دلش میخواست تجربه عالم بالا رو داشته باشه خیلی همت کرد و گفت در شهر رو بستم، یعنی در رو به طرف عالم بیرون بستم، وارد سرای پدر شدم، توضیحات رو میده تا در باز میشه به دشت، به جایی که منظور آنکانشسه. اونجا یه نیمکتی دید که 10 مرد توش نشسته بودن، فقط یک مرد با این سخن گفت. بهش گفت چرا این 9 تای دیگه با من حرف نمیزنن؟ گفت تو فقط یک شب در شهر رو بستی، در به عالم قوقای مادی بیرون، و آمدی به راه رو به دشت و صحرا باز کردی. حالا من برات حرف میزنم، چی میخوای؟ ازش سوال جواب کرد، گفت اون مرد به این مرد، یکی از اون 10 مرد گفت تو کار چیه؟ گفت من سیاهم. یاد این مرد توی کشتی افتادم که بادبانها رو بالا کشید و اقیانوس جلوش بود و کشتی آرزوشو انداخت توی اقیانوس. گفت من یه سیاهم ولی کارم خیاطیه. این پرسید خیاطی یعنی چی؟ گفت یعنی به تن آدمها پارچه رو به قامتشون اندازه میبرم و میدوزم. الان بیشترین روی سخنم با جوان هاست، اگرچه من هم جوانم، اما پیر خرد که هم سیاهه هم خیاطه و میتونه جامعه زندگیمونو درست و اندازه به تنمون بدوزه، در درون خود ماست، بیرون نیست. پیر خردتون رو عاشقانه صدا کنید و بگید توی این سیاحت عالم بالا، عالم زندگی، عالم روزمره به من کمک کن و جامعه رو طوری به تنم اندازه کن که توی قلبم هیچ چیزی جز رضایت نباشه. اینجا یه آمین میگم برای اینکه با پیر خرد ارتباط برقرار کنیم، باید در شهر رو ببندیم. ولی به این معنی نیست که کار کاسبی رو تعطیل کنیم، بریم بالای کوه بشینیم مدیتیت کنیم تا ببینیم کی پیر خرد بهش اکسس و دسترسی داریم. نه، آگاهی رو بیارید، سرتون رو بلوری ببینید. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر فکری از سرتون میگذره بتونید بهش آگاه باشید. اگر در جهت زندگی نیست پاکش کنید، بهش آگاه بشید و بعد از همون پیر خرد بخواید طوری زندگی رو براتون فراهم کنه تا تمام ناملایمات، ناکسها، نارواها آرام آرام از زندگیتون بیرون بره
و تمام کسانی که با شما و با این آگاهی جدید شما همراه و همزمان و همداستانند بیان تو زندگیتون تا جامعه زندگیتون به قامتتون اندازه بشه. بدون سعی به همه چیز بعدن خواهید رسید، ولی اول باید پاکسازی کنید توی کلامتون. مهمه هر کلامی رو که میگید پاسبان درونیتون بهتون میگه این در جهت خوب نیست. دعواش یعنی خودتون دعوا نکنید، با چوبم خودتون نزنید، آگاه بشید. جسچرای بدنتون یعنی اینکه کردارتون، اعمالتون در اون جهت باشه. هر روز، هر روز یه قدم کوچیک برداری. نمیخواد قدمای بزرگ برداری. سنگ گنده میگن علامت نزدنه. کوچولو کوچولو گفتارتون، کردارتون، پندارتون، بلوری، همه وجودتون بلوری باشه. ببینید دارید چی کار میکنید و از پیر خرد نقب بزنید. عاشقانه یه عود روشن کنید، یه شمع روشن کنید، چند تا نفس بکشید، مستقیم وصل میشید. بخواهید جواب میده. محدودیتی نیست، هر چه بخواهید جواب میگیرید. نفس های آرام بگیرید، دم و باستم بگیرید، پشت صاف، قفسه سینه باز، گردن صاف، پلک آرام پایین افتاده، جا و آروارتون ریلکس، پلک آرام افتاده و این نفس عینه موزیک داره نواخته میشه. بشنوید صدای موزیک نفس هاتون. دم و باستم از بالای سر آرام مرحله مرحله سکن کنید، مثل امارای، و هر جا که گرفته است از درون، از بزرگ درون، از پیر درون، از عشق، از قلب کمک بگیرید و عبور کنید. تا نوک پا سکن کنید، دوباره بیایید آرام بالا. بگید آمادم، بگید کمک میخوام، بگید در جهت پاکسازی در پندارم، گفتارم و کردارم کمکم کن. سر بخورید. نمیشه، یه وقتایی تو ذهن میاد نه اینا هم حرفه، نمیشه، مطمئن باشید میشه. برید تو قلبتون ببینید دری باز شده به یک راه باریک. از در عبور کنید، بیرون برید، پاتون برهنه است توی خاک. حس کنید زندگی رو، وجودتون رو، چجوری عاشقانه دارید با پیر خرد میخواید ملاقات کنید. جلوتر جلوتر و یه قطره نور که سولتونه، روحتونه، پیر خردتونه به طرف شما میاد. وقتی جلوتر میرسه به شکل یک پیره، شیرینه، مهربانه، عاشقانه نگاهتون میکنه، آغوششو بر شما باز میکنه. آرام تو آغوشش جای بگیرید. با نور سولتون، با نور روحتون، با نور خضر درونتون یکی میشید. اون با این که
از همه چیز شما خبر داره، بهش بگید چی میخواید، اعلام کنید، اعلام کنید، اعلام کنید. لایه لایه، پرده پرده توی قلبتون گشایش داره اتفاق میفته. قلب وایبریشنش بارها بیشتر از مغزه. ببینید که به دادمون میرسند وقتی بخوایم. کمکمون میکنن وقتی دستمون دراز میکنن. دوست دارم یک کمی گسترده تر بشید، یک کمی وسیع تر، یک کمی هوشیار تر، یک کمی بیدار تر بالای ایران زمین باشید و بهترین آرزوتونو برای ایران زمین بفرستید و ایرانی ها. یک کمی گسترده تر بشید، یک کمی عاشق تر، گسترده خودتونو بالای زمین ببینید و دستتونه که اینجوری کنید انگار که چارزانو نشستید، زمین تو دستتونه. حالا برای کره زمین و همه ساکنان کره زمین، قدرت اینو دارید که به منظومه شمسی و ملکی وی و کهکشان برید. ولی همینجا من بسنده میکنم. آرام با بلسینگ عمیقی که برای زمین و زمینیان فرستادید، تو نقشه جغرافیای میانبارای ایران یه دور دیگه، بعد از بالای سر جایی که ملاجه آرام وارد بدن میشین. مبارکتون باشه. وارد قلب بشید. مبارکتون باشه. سپاس و قدر دانی برای این لحظه که به ما فرصت داده شد. یه نفس عمیق، آرام برگردید توی بدنتون. یه نفس دیگه، آرام لای چشتون رو باز کنید و ببندید. یه نفس دیگه، چشمتون رو باز کنید. برای پخش و توزیع این ویدیو همه کارا رو به عهده شما میذارم. خودتون میدونید چی کار کنید. عاشقتونم. خدا نگهدار. باور کنید، فقط عاشقانه.